معرفی دوست هنرمند شاعر و نویسنده ناهید کبیری ممنونم. این سومین باره که در برنامه های کانون فرهنگی ایرانیان در اتلانتا من شرکت می کنم. برنامه اول مدرنیته و نقد ادبی در ایران بود که امکان این رو داشتم که در اونجا حاضر باشم و با دوستان آشنا باشم، ولی به علت بیماری مصری عالمگیر ناچار برنامه های بعدی الان به این صورت تهیه شده و در خدمتتون هستم. در برنامه قبلی به زندگی و آثار استادم دکتر پرویز ناتل خانلری پرداختم که مورد استقبال زیادی قرار گرفت و خواستن که این برنامه رو من درباره آثار شخصیت و آثار شفیع کدکنی مطالبی خدمتتون عرض کنم. برای اینکه برنامه به صورت منظم باشه و از اتلاف وقت پرهیز بشه، من صورت گفتار خودم رو در سه بخش تنظیم کردم. بخش اول زندگی و زمینه تربیتی و خانوادگی و فرهنگی شفیع کدکنی، بخش دوم آثارش، تحلیل آثاری که در حوزه‌های مختلف از تصحیح متون قدیم گرفته تا نقد ادبی تا میراث صوفیه تا رساخیز کلمات و سرانجام بخش نهایی به شعر این شاعر میپردازم. حالا پیش از هر چیز لازمه که یک مختصری درباره زندگی این شخصیت ادبی محبوب زمانی ما چند کلمه عرض کنم. محمد رضا شفیع کدکنی متولد 19 مهر 1318 است، یعنی الان 81 سالشه، همسن خود منه. در روستای کدکن که در نیشابور و تربت ایدری، روستای کوچک در میانه نیشابور و تربت ایدری، اونجا متولد میشه. پدرش محمد شفیع کدکنیه. محمد شفیع کدکنی خودش در مدارس علمیه خراسان تحصیل کرده، اما البته به کسوت روحانی در نیامده. خرد مالکی بوده که از ماحصل زمین کوچیکی در اونجا داشته زندگی میکرده. محمد رضا تنها فرزند اوست. او رو میفرسته به مدرسه طلبگی چون خودش معتقد بوده که فرزندش بهتره که بره در مدرسه طلبگی و به اصطلاح اهل علم بشه. اما نشان به این نشان که فرزند این کسوت رو نمیپذیره. داستان از این قراره که خودش میگه که من 7 ساله بودم که پدرم گفت که تو مدرسه و دبستان و مدارس رسمی رو نباید بری، باید بری ملا بشی. منو برد به یکی از مدارس مهم حوزه علمی خراسان در مشهد. برای اینکه من یک تصویری از این مدارس علمیه به دست شما داده باشم، این است که در مدارس طلبگی طلبه در 2 مرحله کار خودش رو سامان میده. بخش اول دوره سطح که اینا کتابهایی مثل الفیه ابن مالک و جامع المقدمات و مفتاح خطیب قزوینی و شرح لمعه و مکاسب و مفاتیح و اینها رو میخونن، و مرحله دوم دوره خارجه که اونها بیشتر به مسائل استدلالی در مسائل فقهی یا مسائل کلامی ملل و نحل و از این قبیل میپردازن. شفیعی به من میگفتش که وقتی که من 7 سالم بود و وارد درس حضرت آیت الله میلانی شدم،
به علت جلسه خردی که داشتم، اولا طلبه ها که از من خیلی درشت اندامتر بودند و بزرگتر، شروع کردن به مسخره کردن و خندیدن و یکی از اونها گفت که آشین خب بذار تو تاخچه. منو بغل کردن و واقعا بردن گذاشته، چون میدونید شفیع خیلی کوچک اندامه، ولی خب به هر حال من برام مهم نبود. نشون به این نشون که الفیه ابن مالک که 1000 بیت به عربی در صرف و نحو، به سرعت این همه رو از بر میشه. و بعد درس های دیگری که پیش خیلی از استادان اون زمان در مشهد میخونه، از قبیل فلسفی اصفهانی، فقیه سبزواری، شیخ هاشم قزوینی، مدرس یزدی که بهش میگفتن نهنگ العلماء، و فقیه سبزواری و دیگر دیگران و خود میلانی، این علوم رو طی میکنه و به مرحله خارج میرسه. در مرحله خارج هم رساله مینویسه و با موفقیت مدارج عالی طلبگی رو طی میکنه و به مرحله اجتهاد میرسه که به اصطلاح مجتهد جامع الشرایط. شفیع میگفتش که من وقتی که درس طلبگی رو تمام کردم و مجتهد شدم، دلم در هوای ایران و شعر ایران و فرهنگ ایران و شاهنامه فردوسی و میراث صوفیه و مطالبی بود که هیچ ربطی به درس‌های آخوندی که خونده بودم نداشت. یک روزی تصادفاً برخورد کردم به استاد سید احمد خراسانی. سید احمد خراسانی از شخصیتایی است که در خراسان خیلی بارز، به دلیل اینکه دوست معاشر نزدیک سید احمد کسروی بوده. آدمی بود که خیلی اهل دین نبود، ولی با زبانهای لاتین و فرانسه و انگلیسی آشنایی داشت، به ادبیات غرب آشنایی داشت و مهمتر از اینکه به فلسفه غرب آشنایی داشت، با منطق آشنایی داشت. تصادفاً شفیعی این استاد خراسانی رو میبینه. استاد خراسانی که میبینه این جوون خیلی باهوشیه، تشویقش میکنه که تو خوب میکنی که میخوای از مدرسه طلبگی خارج بشی، من به تو توصیه میکنم که بری علی اکبر فیاض رو ببینی. استاد علی اکبر فیاض، دکتر فیاض، بانی دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد بوده. آدم غریبی بوده که بسیار اهل فلسفه و زبانهای قدیم و لاتین و زبانهای پهلوی و فارسی باستان و زبان فارسی البته و ادبیات عرب، ملل و نحل، همه اینها رو برش اجتهاد داشته. دکتر فیاض وقتی که این جوان طلبه خردندام رو میبینه، بهش میگه که بیا و همینجا در دانشکده ادبیات ثبت نام کن. شفیع میگفت که من گفتم که من که مدرسه نرفتم و من دیپلم ندارم. گفت خب کاری نداره، با این حدت ذهنی که من در تو سراغ دارم، تو به راحتی میتونی دیپلم بگیری. در امتحان متفرقه شرکت کردم، شاگرد اول شدم. بعد رفتم در دانشکده ادبیات. در دانشکده ادبیات دکتر متینی که یکی از استادان اونجا بود، برای من میگفتیش که وقتی این جوان طلبه رو دیدم که در میان دیگر دانشجویان دختر و پسر حاضر شده، اول جدیش نگرفتم. بعد من داشتم مطالبی راجع به هدایت المتعلمین و نخستین آثار نثر فارسی میگفتم، یک دفعه این جوان طلبه دستشو بلند کرد و ایرادهایی به من گرفت. از اون به بعد من احتیاط کردم و متوجه شدم که با یک شخص غیر عادی سر و کار دارم. از اون زمان درسهای خودم رو مرتب از بر میکردم که مبادا مورد ایراد این شخص قرار بگیرم. به هر حال از شفیع کدکنی با زبان خیلی ستایش شامیزی یاد میکرد استاد متینی، امیدوارم عمرش دراز باشه. بعد
شفیعی با دکتر غلام حسین یوسفی از استادان بسیار خوب دانشگاه مشهد آشنا میشه. خلاصه این که همه اونها بهش میگن که تو برای دوره دکتری باید راهی تهران بشی. در دوره لیسانس یا به اصطلاح امروز دوره کارشناسی شاگرد اول میشه. راهی تهران میشه. در سال 1344 که من دانشجوی دوره فوق لیسانس اولین دوره زبانشناسی بودم، شهرت شخصی به نام شفیعه کتکنی در دانشکده پیچیده بود. من رفتم و او رو پیدا کردم و از اون زمان، یعنی از همون سال 1344، ما با هم رفیق شدیم. رفاقتی که تا به امروز بردوامه و ادامه داره. قرار این که شفیعه کتکنی دوره دکتری رو در دانشکده ادبیات تهران به سرعت تمام میکنه و تز دکتریش درباره صور خیاله. این که صور خیال چیه، ایماج و ایمیج به اصطلاح در شعر چه معنی داره، من در بخش دوم صحبتم که درباره تحلیل آثار شفیعه مطالبی خواهم گفت. همینقدر بگم که در دوره دکتری استاد دکتر خانلری استاد راهنمای شفیعه کتکنی بود. او خیلی در تأثیر مطالعه عمیقی که شفیعه کتکنی در صور خیال میکنه قرار میگیره. برای اینکه شما بدونید که این دوست عالم و فاضل چه کار کرده، اون در صور خیال از اولین دوره شعر فارسی، یعنی فیروز مشرقی و ابوسلیک گرگانی و رودکی و فردوسی و دقیقی و کسایی و منجیک و ایوقی و منوچهری و فخرالدین گرکانی و فرخی سیستانی و عنصری و قطران و ناصر خسرو و فخرالدین اسد گرگانی و اسدی طوسی و مزی و لامعی گرگانی تا آخر قرن پنجم، تمام ایماج ها که مجموعی است از صورت های خیالی که تمثیل و تشبیه و استعاره و تشخیص و اینها رو گردآوری میکنه و روی اینها بحث میکنه، بحث هایی که در اون زمان کاملا نوآیین بوده. اصلا در ایران به صورت کلی روی ایماج شاعران کار کردن کاری بی سابقه بود. البته در خارج مثلا پروفسور فوشکور در فرانسه یا کلینتون استاد دانشگاه در پرینستون آمریکا، اینا آمدن روی ایماج کار کردن، ولی در ایران موقع اصلا این موضوع تازگی داشت. این موضوع با نگاه خیلی جامعی که شفیعه کتکنی میکنه، یعنی به سیر بلاغت در فرهنگ اسلامی و در ایران و بعد پرداختن به تک تک این شاعران و نظریه های بدی و نوآیین آوردن، مثلا در فردوسی دقت میکنه که این صورت های خیال فردوسی با مثلا فرخی سیستانی به کلی متفاوته از نظر زبانی، برای اینکه عناصر خیال فردوسی به خاطر حماسی بودن آثارش کاملا مادیه، در حالی که اونها از عناصر طبیعت استفاده کردن. از این قبیل باریکبینی ها که رساله تحصیلی او رو واقعا ممتاز و شاخص میکنه، تا به اونجا که در همون زمان در جلسه دفاع دوره دکتری استاد خانلری یادداشتی برمیداره مینویسه خطاب به رئیس دانشگاه تهران که دکتر محمد رضا شفیعه کتکنی رو تقاضا دارم که ترتیب استخدامش رو در دانشگاه بدید. این درخواست رو به استاد بدیع‌الزمان فروزانفر میده. استاد فروزانفر ذیل درخواست استاد خانلری مینویسه استخدام شفیعه کتکنی در دانشگاه احترامی است
به فضل و فضیلت. خیلی مهمه یک استادی مثل فروزانفر که معمولا کسی رو قبول نداشت چنین جمله‌ای در حق شفیع کدکنی بنویسه. غرض این که شفیع از همون موقع به استخدام دانشگاه تهران در میان. حالا چند کلمه درباره سلوک شخصی شفیع بگم بد نیست. اونچه که من در طی این سالها بیش از 50 سال معانست و معاشرت و دوستی نزدیک و سفرها در انگلیس، آکسفورد، پرینستون در آمریکا، توکیو در ژاپن با این آدم طی کردم، میتونم بگم که این واقعا یک آدم آزاده و وارسته و رهاست. به هیچ چیز از مال دنیا، زخارف دنیوی به اصطلاح، هیچ تعلقی نداره. میتونه ماها در گوشی اتاقش با نان و ماستی به سر ببره، اما بدون کتاب و قلم هرگز. تنها عشقش نوشتن و سرودنه، تحقیق و جستجو در میراث فرهنگ ایران. از نظر فکری و عقیدتی اگر که خواسته باشید باید بگم که از نظر من او یک پوزیتیویسته، یعنی کسی است که شما میدونید که از نظر انواع دوگانه معرفت آدمی بین علم اصولی و آفاقی و علم انفسی و ذوقی فرقه. علم حصولی که پوزیتیویست ها به طرفش تمایل دارن بیشتر از راه حواس پنجگانه و ادراک حسیه و بدون درک حسی توسط حواس پنجگانه و تجربه پوزیتیویست ها قائل به متافیزیک نیستن. اما علارغم این عقیده فلسفی او در یک جا توقف نکرده. من یادمی که وقتی که به آکسفورد آمد او شروع کرد به تحقیق درباره دکارت و کانت و اسپینوزا و هگل و مارکس گرفته تا ویتگنشتاین. بیشتر آثار فلسفی رو خوند و راجع بهش تأمل میکرد و بعد، ولی همونطور که گفتم، از نظر مشرب شخصی به کلی آدم وارسته و رهایی بود. البته یک ذوق عرفانی که حاصل اون مطالعات شخصی هست در عرفان البته در او هست. حالا اجازه بدید که بعد از این گفتار در زمینه احوال شخصی و به اصطلاح سلوک شفیع کدکنی ما به آثار او بپردازیم. آثار شفیع کدکنی بیش از 40 اثر منتشر شده داره به زبان فارسی و انگلیسی که در زمینه تصحیح متون مجموعه کل آثار عطار نیشابوری، یعنی تذکرة الاولیا، منطق الطیر، الهی نامه، اسرارنامه، مصیبت نامه، مختارنامه رو تصحیح کرده، تصحیح انتقادی. تعلیقاتی که شفیع بر این کتاب نویسه واقعا یک دائره المعارف آشنایی با عرفانه که من بر مقایسه با پروفسور ریتر آثار شفیعی رو جامع‌تر دیدم. بعد تصحیح اسرار توحید، حالات و سخنان ابو سعید ابوالخیر و بعد تحقیق در صور خیال در شعر فارسی که همونطور که عرض کردم این رساله دکتریش بود. بعد کتاب از ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما به انگلیسی و همچنین کتاب‌های دیگه، غزلیات شمس تبریزی در 2 جلد، شعر در نثر صوفیه، رستاخیز کلمات. خیلی خیلی نمیشه این آثار رو در این فرصت کوتاه حتی اسم برد. این است که من سعی کردم از آثار مهمش فقط یاد کنم. اما
چیزی که شاید برای شما جالب باشه این است که این آدم چه جوری به عرصه ادبیات ایران پا گذاشت و شناخته شد. عرض شود حضورتون که در فاصله سالهای 35 تا 40 کسانی که همسن و سال من هستند به یاد دارد که مطبوعات ایران غرق ستایش یک غزل سرایی بود به نام استاد قباس. از نیمایوشیج که شاعر ضد سنت بود گرفته که بلند شد از یوش اومد این استاد قباس رو که مقیم رشت بود در رشت ببینه گرفته، تا شهریار که غزل سرای معروفه. چقدر غزل شهریار در ستایش و مدح این استاد قباس که نگفت، و همه حیران بودند که این از کجا پیدا شده، تا اینکه ناگهان یک مقاله مبسوطی به قلم شخص ناشناسی محمد رضا شفیعی کدکنی منتشر شد که همه رو حیرت زده کرد. او فاش کرد که فضلا این استاد قواس شخص شیادی است، این غزلایی که میگه متعلق به حزین لاهیجیه که این به نام خودش جا زده، و همه حیرت زده از این کشف این شخص یعنی شفیعی کدکنی. حالا داستان این بوده که شفیعی میگفت که من در کتابخانه آستان قدس رضوی می نشستم و کتاب برق می زدم، نسخه های خطی رو می دیدم، ناگهان به یک دیوانی برخوردم که دیدم که این عجیب، شعراش آشناست، شعرهایی که اون زمان همه می خوندن حتی به آواز. ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد. امشب صدای تیشه از بیستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد، از این قبیل. ولی خب اینها مربوط به قواس نبوده، این مربوط به یک شاعری بوده از قرن 12 هجری. حالا شما ببینید که فضای شعری ما با این همه ادبا و فضلای ریش و سیبیلدار چجوری بوده که اینا تشخیص نمیدادن که این بابا این شعر زمانه نیست، این غزل مربوط به شاعری است از قرن 12 هجری. حالا حتی نیمایشیج، حتی شهریار. باری این آغاز شهرت شفیعی کدکنی بود. و اما شفیعی کدکنی بعد که تز خودش یعنی رساله صور خیال در شعر فارسی رو منتشر کرد، از استاد محمد تقی ادیب نیشابوری سپاسگزاری کرد که استاد ادبیات عرب و بلاغت اسلامی در حوزه علمی خراسان. من بد نیست راجع به حوزه علمی خراسانم یه چند کلمه بگم که شما بیشتر متوجه فضای اون زمان این حوزه بشید. ببینید حوزه علمی خراسان از وجود استادانی برخوردار بوده از قبیل ادیب نیشابوری اول، یعنی عبدالجواد نیشابوری، و ادیب نیشابوری دوم که میگه محمد تقی نیشابوری. ادیب نیشابوری اول استاد بدیع الزمان فروزانفر و علامه قزوینی و دکتر مهدی آذر و چه میدونم خیلی از ادبا و فضلای اون زمان بوده، و تعریفی که میکنن ازش میگن خیلی حیرت انگیز بوده حافظش و حدت ذهنش و احاطش بر ادبیات عرب و ملل و نهل و فلسفه و ادبیات قدیم و جدید و آنچه که در
اون زمان و قبل از اون بوده در حافظه داشته. استاد فروزانفر یکی از شاگردان عبدالجواد نیشابوری، یعنی ادیب اول بوده. ادیب دوم که استاد شفیع کدکنی بوده محمد تقی ادیب نیشابوری. مجموع دوتای اینا رو میگن ادیبین، ادیب اول و ادیب دوم. اما جز این دوتا ادیب یک ادیب پیشاوری هم بوده که این از پیشاور اون زمان هند و بعد پاکستان سرازیر میشه به خراسان از راه قزوین و هرات وارد مشهد میشه و اونجا محضر درس خودش رو در روی طلبه طلاب علم باز میکنه و خیلی از فضلا گذشته از فضلای از نوع علامه قزوینی و فروزانفر و سید کاظم عصار و فاضل تونی و غیره و غیره و غیره، رجال اون زمان از قبیل تیمورتاش که وزیر مقتدر رضا شاه بوده یا وثوق الدوله، اینها می آمدن در محضر ادیب پیشاوری حاضر می شدن. شنیدم که از قول تیمورتاش نقل میکنه که من رفتم به مجلس درس ادیب و حضرت استاد به من اجازه نشستن فرمودند. یعنی اینقدر افتخاره که وزیر مقتدر دربار رضا شاه بره در محضر ادیب پیشاوری و او بهش اجازه بده بشیره. اولا شما ببینید رجال اون زمان چقدر اهل علم بودن که می رفتن این علما رو در محضر در گوش و کنار پیدا می کردن که حداقل اونجا حق با ایرج میرزاست که گفته برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا، خراسان مردم باهوش دارد، خراسانی دو لب ده گوش دارد، همه طلاب او دارای طبعن، نه تنها پیرو قراء سبعن. قراء سب یعنی قاریان هفتگانه. حالا همین ایرج میرزا در مورد مقایسه ادیب پیشاوری و ادیب نیشابوری میگه که خراسان جا چو نیشابور دارد، که صد پیشی به پیشاور دارد. یعنی به تلمی ادیب نیشابوری رو بر ادیب پیشاوری ترجیح میده. قراسم این است که خیلی فضای علمی غنی و سرشاری بوده که بسیاری از فاضلان و اهل علم رو به خودش جذب میکنه. بعد از این اشارات بهتر بپردازیم به تحلیل آثار شفیع کدکنی که گفتم در مورد صور خیال که صورت خیال، تصویر یا ایماج عبارت است از مقابله دو انسان با طبیعت در ذهن شاعر که یک صورتی می‌سازه. ببینید ما تمثیل داریم و تشبیه داریم و استعاره داریم که اینا چون تعریفاش خود تخصصی از اونا می‌گذرم، فقط به خاطر اینکه به شما یه تصوری بدم از صورت خیال چیه. سایه هوشنگ ابتهاج میگه بسترم صدف خالی یک تنهایی است و تو چون مروارید گردناویز کسان دیگری. این مجموعاً یک تصویر شاعران است. بسترم صدف خالی یک تنهایی است و تو چون مروارید گردناویز کسان دیگری. یا سراب سپهری میگه به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. این تصویر ذهنیه، تصویر شاعران است. به هر حال شفیع کدکنی این تصویر رو در شعر فارسی از آغاز، یعنی از رودکی گرفته تا پایان قرن پنجم بررسی کرده. بیاد داشته باشیم که
در مقدمه کتاب صور خیال در شعر فارسی شفیع میگه که صورت خیال ذاتی ترین عنصر شعره، یعنی ایماج رو عنصر اساسی شعر میدونه. کما اینکه ارسطو هم همین حرف رو میزنه. ارسطو هم میگه که شعر کلام مخیله. خواجه نصیر طوسی هم همین رو از ارسطو گرفته و میگه که شعر کلام مخیله، کلام خیال انگیز رو شعر میگه. اما شفیع کدکنی که به این اصل معتقد بوده و در کتاب صور خیالش هم همین رو تعریف شعر میدونه، بعد که میاد با آکسفورد در 1353 یعنی 1975 برخورد میکنه با یک کتابی به نام راشن فرمالیزم. فرمالیست های روسی کسانی بودند که از 1920-21 یک تئوری در مورد شعر به دست میدن که شعر فرم یا صورت رو عنصر ذاتی شعر میدونن، نه تصویر یا خیال رو. معروفترینشون یاکوبسون یا ویکتور شکلوفسکی که میگه شعر حادثی است که در زبان رو میده، یعنی زبانه که شعر ازش ساخته میشه، نه محیطه، نه جامعه است. اون زمان آخه مسائل جامعه و شرایط اجتماعی و فرهنگی رو بستر اصلی شعر میتونستن، در حالی که فرمالیستا خود زبان و حوادثی که در زبان صورت میگیره، ماجراجویی های زبانی رو شعر. البته یادمون باشه که اون زمان که در زمان جوانی ما فرمالیست یک نوع اهانتی بود. مثلا اگر بگفتن هنرمند فرمالیست یا شاعر فرمالیست، برای اینکه بیشتر فرهنگ چپ غالب بود و القاعات ژدانوف تئوریسین حزب کمونیست زمان استالین که اینها رو افکار انحطاطی و انحرافی میدونست. اما فرمالیست ها حالا هرچه که بودند، آرائشون در فرهنگ غربی خیلی جا گرفت و شایع شد و مورد قبول قرار گرفت. شما ببینید که مثلا شفیعی هم که درباره فرمالیسم تحلیل میکنه، تحلیلاش شما رو قانع میکنه. او میگه که مثلا شما این نخستین شعر فارسی رو خوب دربارش فکر بکنید. میگه آهوی وحشی در دشت چگونه دودا یا دوزا، آهوی وحشی در دشت چگونه دودا، او ندارد یار بیار چگونه بودا. آهو جاش در کوهستانه، آهوی وحشی در دشت طبیعی است که غریبه. شاعر میگه آهوی وحشی در دشت چگونه میدود بدون اینکه یار و یاوری داشته باشه. تم یا بنمایه شعر تنهایی است. فروغ فرخزاد شاعر معاصر ما میگه اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن از ازدحام کوچه خوشبخت به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. خب اینم تمش، بنمایش یا موتیف اصلیش تنهاییه. اون چه که شعر ابو حفص سغدی و شاعر معاصر ما فروغ فرخزاد رو از همدیگه تمیز میده و تغییر میده و ممتاز میکنه، فرم کلمات ایناست که چجوری این کلمات در یک متن قرار بگیرن. بنابراین منتقد فرمالیست کارش کشف و بیان اجزای درونی یک متنه، نه جستجو در احوال شاعر و محیط زندگی. از دیدگاه فرمالیستا متن ادبی آینه است از تصویرها و تعبیرهایی که شاعر اون رو در متن خودش انتظام میبخشه. در حقیقت
ما شعرهایی داریم که اصلا نه تشبیه داره نه تمثیل داره. مثلا شما این بیت حافظ رو به دقت کنید: زهد من با تو چه سنجد که به یغمای دلم مست و آشفته به خلوتگه راز آمده ای. در این بیت نه تشبیه نه تمثیل، صرفا کلماتی است که یک معنا رو القا میکنه و یک فضا رو میسازه. البته شفیع کدکنی در کتاب رستاخیز کلماتش میگه که قصد من از شرح فرمالیسم روسی دفاع از اون نیست، بلکه تنها روایتی است از اون و اینکه شعر حادثه است که در زبان اتفاق میفته. به هر حال از فرمالیسم بگذریم و به کتاب مهم دیگر شفیعی، یعنی ساختار ساختارها بپردازیم. کتاب ساختار ساختارها در واقع مقاله مهمی است از کتاب رستاخیز کلمات. در کتاب رستاخیز کلمات این مقاله ساختار ساختارها به نظرم خیلی مقاله پر اهمیتیه، از این نظر که شفیعی تئوری موکافسکی که یک فرمالیست روسی رو بیان میکنه و میگه که ببینید کلمات در شعر از مورفم یعنی کوچکترین واحد معنادار که به فارسی تکواژ میگن، از تکواژ گرفته این کلمه وقتی توی یه بیت میاد و بیت در یک سطح دیگری میاد، در یک ساختار دیگری، بیت در یک غزل مثلا می نشینه و بعد در یک قصیده قرار میگیره. همجوری این ساختارها از کوچکتر به بزرگتر میره و از بزرگتر به بزرگتر، ساختار کوچکتر ساختار بزرگتر احاطش میکنه و واقعیت این است که از نظر او ساختارهای بزرگتره که ساختارهای کوچکتر رو در تأثیر خودش قرار میگیره. بعد شفیع این تئوری زبانشناسی فرمالیست روسی رو میاد روی جامعه ایرانی انطباق میده، میگه ببینید جامعه ایران در قرن چهارم و پنجم، یعنی دهم و یازدهم میلادی، یک قرنی بوده که خردگرایی برش غالب بوده، به این دلیل شاعرش میشه فردوسی یا ناصر خسرو یا خیام، دانشمندش میشه رازی یا بیرونی یا ابن سینا و دیگه از این قبیل. چرا؟ برای اینکه عصر عصر خردگراییه و معتزله یک فرقه بودند که اونها قائل به خرد بودند و احادیث رو نقل می‌کردند، یعنی حدیثی که مورد اعتقاد اهل سنت و جماعت بوده مورد اعتقاد معتزله نبوده. اما دوره‌های بعد، یعنی دوره‌های مثلا صفوی یا قاجار که دوره اشاعره است، اشعری مذهبان اونا هستن که اهل سنت هستن و به سنت اعتقاد دارن، مثل شیعیان آل علی خود ما به حدیث اعتقاد دارن، در حالی که معتزله قائل به حدیث نبودن، حدیث رو جعلی میدونستن، ولی اشاعره به حدیث استناد میکردن. حالا شفیعی میگه که دوره خردگرایی ایران، یعنی قرن چهارم و پنجم، شاعرش میشه فردوسی و خیام و ناصر خسرو، قرنهای بعد یعنی قرن صفوی و قاجار شاعرش میشه سبا و سروش، متفکرش هم میشه صدرالدین شیرازی، میرداماد، آشیخادی نجم‌آبادی و از این قبیل. تفاوتی که ساختار بزرگتر غلبه میکنه بر ساختار کوچکتر میتونه چنین تأثیرات بده. قرصم این است که شفیعی ببینید چون ذهن تحلیلی و دیالکتیک منطقی
امروزی داره قانع نمیشه به این دوگمهای جزمی تاریخی، بلکه درباره هر نکته‌ای دقت میکنه. من برای اینکه یک مثال دیگری برای شما به دست بدم که این آدم رو در حوزه تحقیق بهتر بشناسید، یک یادداشت نوشته در همین کتاب رستاخیز کلمات. ابتدا یک تعریفی از تصدیق و تصور به دست میده. تصور تصدیق عبارت از این است که در منطق قدیم اینه که چگونه ذهن تصویری رو از عالم خارج میگیره و بعد به مغز میبره و بعد حکم به تصدیق میکنه. این تعریف تصور و تصدیق در منطق قدیم. شفیع این تعریف رو به دست میده، بعد میپردازه به تعریفی که گشتالت میکنه. گشتالت در روانشناسی جدید معتقده که ادراک بصری یک کل رو دریافت میکنه. به عبارت دیگه بنابر اصل گشتالت، ذهن در نظر اول یک تصویر کلی رو میگیره، بعد در ذهن اون رو تجزیه میکنه. بنابراین اون کلیت تصویره که البته اول به ذهن القا میشه. حالا شفیع بعد از بیان تصور و تصدیق و بعد بیان تئوری گشتالت میپردازه به شعر خوب و میگه که در تعریف شعر خوب بنا به اعتقاد الیوت و منتقدان جدید فرنگی، شعر خوب معنی نداره. یعنی چی؟ یعنی شبکه‌ای از تداعی‌ها با این کلمات برخورد پیدا می‌کنه، گاهی روشن گاهی مبهم، و از ذهن خودش برور میده. این یا موجب التزاز میشه، به اصطلاح اون شعر رو اپریشیت میکنه، یا اینکه رد میکنه. بنابراین جزء اون کلمات در ذهن قرار نمیگیره. مثل اینکه شما یک تابلو ابسره رو میبینید که این تابلو مرکب از رنگ‌های مختلف، بدون اینکه از این تابلو چیزی از چون نسگیر شما بشه، شما یا از این تابلو خوشتون میاد یا خوشتون نمیاد. یعنی به عبارت دیگه شما این مجموعه این کلمات رو یا درک میکنید یا درک نمیکنید. در مرحله بعدی البته شما به تفسیر اون شعر میپردازید و از مرز عقل عبور میدید، اما در مرتبه اول اون چه که میگه که شعر، یعنی شعر به عنوان یک اثر هنری مثل دیگر آثار هنری، ادراک زیبایی ورای عقله. نمیدونم که این بحث خیلی باریکی است که در این مجال اگر متوجه نشده باشید، من در پرسش و پاسخ ممکنه تفصیل بیشتری بدم، ولی همینقدر هست که شفیع کدکنی استناد میکنه به حرف الیوت که genuine poetry can communicate before it is understood. یعنی شعر خوب میتونه رابطه برقرار کنه قبل از اینکه فهم بشه، قبل از اینکه ادراک بشه. شفیع میگه از این حرف الیوت که genuine poetry can communicate before it is understood، من به یاد یه حرفی افتادم در تراژدی اوتلو که میگه I understand a fury in your words but not the words. I understand a fury in your words but not the words. یعنی من خشم تو را در کلام تو میفهمم، نه در کلمات تو. به هر حال این بحثی است که شفیعی در این یادداشت تصور و تصدیق در رستاخیز کلمات مطرح میکنه. کتاب مهم دیگر شفیعی زبان شعر در نثر صوفیه است. ببینید تئوری شفیعی درباره شاعران صوفی این است که عرفان نگاهی هنری و زیبایی شناسانه به الهیات. بنابراین عارف تجربه دینی خودش رو
به صورت ذوقی و هنری بیان میکنه. عرفان اصیل جز در یک زبان زیبای هنرمندانه امکان تحقق نداره. البته یادمون باشه که وقتی شفیع از عرفان میگه، عرفان عارفان وارسته و آزاده و آزاداندیشیست، مثل عطار، ابو سعید ابوالخیر، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی و این اینالقصات همدانی، نه صوفیان شکمباری زنباری که متشرع و متعبدن از قبیل شیخ احمد جام و نجم الدین دایه و حسن بصری و مالک دینار و دیگر و دیگران. گمان من این است که محققان ما از آخونزاده و کسروی گرفته تا علی دشتی و حمیدی شیرازی، وقتی که از شعر عرفانی و عارفانه انتقاد می کنند، خرد امروزی خودشون رو ملاک قرار میدن برای نقد شعر قرن قرون وسطای ایران، بدون اینکه معیارهای، یعنی یه جور معیار آناکرونیستیکه، به اصطلاح معیار فراتاریخیه که ما بیان با عقل امروزی خودمون میراث شاعران قدیم رو. وانگهی بسیاری از آثار صوفیانه واقعا زیباست که پهلو به شعر میزنه. من الان اگر بتونم یک تیکه از نصف چیز رو برای شما میخونم، بایزید بسطامی، که شما ببینید که این چقدر زیباست. میگوید که روشن‌تر از خاموشی چراغی ندیدم و سخنی از بی سخنی نشنیدم. ساکن سرای سکوت شدم و صدره صابری در پوشیدم. مرغی گشتم چشم او از یگانگی، پر او از همیشگی، در هوای بیچگونگی می پریدم. کاسه بیاشامیدم که هرگز تا ابد از تشنگی او سیراب نشدن. این اثر بایزید بسطامی قرن سوم هجریه. غرضم این است که شاعران عارفی که شفیع کدکنی به اونها تمایل داره از این دسته. به هر حال مشکل ما این است که ما تاریخ رو مثل مورخان مغرب زمین به گونه خطی مطالعه نمی کنیم. از این روز که گمان می بریم که عرفان ابو سعید و بایزید و ابوالحسن خرقانی با عرفان نمیدونم مالک دینار و بوغلی شاه و چه دوره قاجار و معاصر یکیه، اینها رو متاسفانه از هم تمیز بدیم. آخرین کتابی که امیدوارم خسته نشده باشید برای شما میخوام بیان کنم یا توضیح مختصری بدم از شفیع کدکنی، کتاب مستطاب با چراغ و آینه است که یکی از آخرین آثار اوست. با چراغ آینه در جستجو و تحقیق در ریشه‌های شعر معاصر فارسیه. به گمان شفیعی تمام تحولات شعر مدرن ایران تابعی است از متغیر ترجمه. یعنی وقتی مترجمان ایرانی آثار شاعران اروپایی رو به زبان فارسی برگردوندن، روی شاعران فارسی زبان اثر گذاشت و موجب شد که به کلی نگاه اونا به جهان و به اشیا متحول بشه و این حادثه مبارکی بوده. به همین دلیل شعر لافونتن فرانسوی بر روی ایرج و بهار و پروین اثر میذاره و شاعران رمانتیک فرانسوی روی ذهن و زبان نیمایوشیج اثر میذاره از نظر نگاه به طبیعت و اشیا. و همینطور دیگر شاعران فرنگی مثل مایاکوفسکی،
برشت، الوار، لورکا، آراگون و الیوت روی شاعران نسل بعدی مثل شاملو، اخوان سالس و فروغ فرخزاد و سهراب سپهری اثر میذاره. این بوده که دفترهای شعر هوای تازه شاملو، تولد دیگر فروغ فرخزاد، زمستان آخر شاهنامه اخوان سالس و حجم سبز سهراب سپهری به گمان شفیعی حاصل مبارک تأثیر شعر فرنگیه که ذهنیات اونا رو دگرگون میکنه، زبان و ذهنشون رو دگرگون میکنه. ناگفته نماند که در باغچراغ آینه شفیع کتانی ارزیابی واقع بینانه ای از شاعران پیشرو میان رو مثل خانلری، گلچین گیلانی، فریدون توللی، فریدون مشیری و نادر نادرپور هم به دست داده. خب حرفای من در زمینه تحلیل آثار شفیع کدکنی تمام شد، اما قبل از اینکه من به مبحث شعر شفیع کدکنی بپردازم، بعید نیست اشاره بکنم به سهمی که این استاد در ابداع معادلهایی به زبان فارسی برای اصطلاحات نقد ادبی اروپایی به دست داده که این اصطلاحات الان جا افتاده، مثل دفامیلیاریزیشن به جای آشنایی زدایی. آشنایی زدایی عبارت از زنده کردن زبان یا طرح می مفهوم در داستان یا در شعر، یه مفهوم این که دوچار عادت و رخوت شده، این رو ما اگر به صورت تازهی بیان بکنیم از اون آشنایی زدایی کردیم. این از اصطلاح فرمالیست هاست که شفیعی دفامیلیاریزیشن رو به جاش پیشنهاد کرده آشنایی زدایی. یا حسامیزی، سنسیتسیا. سنسیتسیا یعنی بیان دو حسه به هم آمیخته. میگه که با آفتاب جام به گلگشت شب خرام، بی ساقیان چه ذوق در این ماهتاب تلخ. ماهتاب تلخ یعنی حس بویایی و بینایی رو، دو حس رو با همدیگه آمیخته. این آمیختن دو حس در اصطلاح نقد ادبی بهش میگن حس آمیزی. بیدل میگه بوی گل آینه‌ای بود که پنهان کردن. یه اصطلاح دیگه پیرنگه. پیرنگ رو به جای پلات گرفتن. امروز دیگه همه میگن پیرنگ. پیرنگ، پلات در نمایش، در داستان، در شعر، در هر اثر هنری اول ما پلاتش رو تعیین میکنیم. به اصطلاح شفیعی پیرنگش رو معین میکنیم. اصطلاح دیگه بنمایه در مقابل موتیف. اصطلاح دیگه هنرسازه. هنرسازه artistic devices، مجموعه تشبیه و تمثیل و استعاره و اینها، همه اینها رو میگن artistic devices که شفیعی هنرسازه رو به جاش پیشنهاد کرد. اصطلاحات دیگه در موسیقی، موسیقی عروضی رو میگه موسیقی بیرونی، موسیقی بسیار ردیف و قافیه رو میگه موسیقی کناری. در تحلیل غزلهای شمس اصطلاحات خیلی خوبی پیشنهاد کرده. مثلا غزل معروف مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد من دولت پاینده شدم، این رو میگه وزن خیزابی. وزن خیزابی غزلهایی که آرامتره اون رو میگه وزن، مثلا میگه توش می آمد و رخساره برافروخته بود. این اوزان جویباریه. دیگه از کارهاش معرفی بسیاری از کریتیکای معروف ادبی جهان به فارسی زبان ها، از ریچاردز که The Principle of Literary Criticism، اصول نقد ادبیش، کتاب معروفی است که در جهان غرب همه میشناسن. شفیع این رو معرفی کرده به جامعه فارسی زبان دانشجویان.
یاکوبسون، تی اس الیوت، ویکتور ارلیک، گفتم راشن فرمالیسم رو نوشته، ویکتور چرکوفسکی، جورج لوکاش، همه اینها رو به تفصیل بیان کرده و معرفی کرده. و اما بپردازیم به شعر شفیعی کدکنی. امیدوارم که خسته نشده باشید. عرض شود که شفیعی شاعر امروزه. در همه انواع شعر، از قصیده و غزل و دو بیتی و مثنوی و قصیده و این همه جا نمونه های شاخص داره. شعرهایی که میگه مثل مثل سائر به ذهنها، در ذهنها مینشینه، در حافظه ها جا میفته و شما امروز حتما بیاد دارید. من هم در برنامه امروز از اونها یادی میکنم. در زمینه غزل به طور کلی شفیعی این نظریه رو داره که شعر خوب بعد از مدتی باید در حافظه جمعی دوستداران شعر بنشینه. شعرهایی که فراموش میشه یعنی شعرهایی است که واقعا قبل از خداوند خود به قول نظامی عروضی میمیره، اینها پایدار نیست. شعر خوب حتما در حافظه پایدار میمونه، در حافظه جا میگیره. و اما گفتم که شفیعی در انواع شعرها نمونه های خوب و شاخص داره. اول قصیده. در قصیده واقعا پهلو میزنه به قصیده های ملک و شعرهای بار. شما وقتی قصیده جاودان خرد او رو در ستایش فردوسی میخونید واقعا پی میبرید که چقدر این قصیده استحکام داره و استواره و چقدر این آدم از بن دندان به فردوسی ارادت داره که این چنین میگه. میگه بزرگا جاودان مردا، هوشیواری و دانای، بزرگا جاودان مردا، هوشیواری و دانایی، نه دیروزی که امروزی، نه امروزی که فردایی، همه دیروز ما از تو، همه امروز ما با تو، همه فردای ما در تو که بالایی و والایی، ندانیم و ندانستند قدرت را و میدانند هنرسنجان فرداها که تو فردی و فردایی، بزرگا بخردا رادا، به دانایی که میشاید اگر بر ناتوانی های این خردان ببخشایید. حالا بقیه این قصیده رو شما بایستی در دفترهای شعرش بخونید. حالا از غزل نمونه‌ای میارم که غزلهاش بیشتر در موسیقی خونده شده، بیشتر دلم نمیاد که بگم. زنده یاد شجریان این غزل رو خوند. ای مهربان تر از برگ در بوسای باران، ای مهربان تر از برگ در بوسای باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. اینجا یه تلمیحی داره در این غزل به سعدی. شما میدونید سعدی میگه که سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. شفیع الا رو تبدیل به حتی میکنه و میگه، حالا برای شما خواهم خونده، ای مهربان تر از برگ در بوسای باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران،
بازا که در هوایت خاموشی جنونم فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران. ای جویبار جاری زین سایه برگ مگریز، کاینگونه فرصت از کف دادند بیشماران. گفتی به روزگاران مهری نشسته، گفتم بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران. بیگانگی ز حد رفت ای آشنا، مپرهیز زین عاشق پشیمان سرخیل شرم ساران. پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند دیوار زندگی را زین گونه یادگاران. وین نغمه محبت بعد از من و تو ماند تا در زمان باقی است آواز باد و باران. بعد از غزل شفیعی شعرهای گفته که شاید اشاره‌ای به اونها بد نباشه در این مجلسی که از او سخن میره، شعرش و از شعرهای معروفش. اجازه بدید که از دفترهای شعر به سرعت یاد بکنم. دفتر شعر اولش زمزمه ها بوده که اشعار جوانیش خودش دوست نداره اونها در دسترس باشه، ولی خب نمونه هایی از دفتر زمزمه ها رو که یادگار سنین نوجوانیشه، امروز خوانندگانی از شجریان و دیگر خوانندگان خوندن رو باز میخونن. دفترهای دیگه بعد از زمزمه ها شبخانی، دفتر سوم از زبان برگ، دفتر چهارم در کوچه باغ‌های نیشابور، دفتر پنجم مثل درخت در شب باران، ششم از بودن و سرودن، هفتم بوی جوی مولیان، هشتم هزاره دوم آهوی کویی، و دفتر نهم که اخیراً منتشر شده طفلی به نام شادیه که همین چند ماه پیش در اوج کرونا در تهران منتشر شد. و عجیبه به شما بگم که این مردمی که دسترسی به کتاب ندارن، نمیتونن از خونه در بیان برن کتاب فروشی، در طی 3 ماه این کتاب به چاپ ششم رسید و هنوز هم مکرر در مکرر طفلی به نام شادی تجدید چاپ میشه. و این نیست مگر اینکه بگیم شفیع کدکنی زبان زمان است، زبان مردم خودشه، این است که مردم بهش اقبال میکنن. شعر طفلی به نام شادی شعر بسیار کوتاهی است که در واقع حدیث زمانی ماست. طفلی به نام شادی دیریست گم شده است، با چشمهای روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو، هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر. این هم نشان ما، یک سو خلیج فارس، سوی دیگر خزر. شاید یک بار دیگه بخونم بد نباشه. طفلی به نام شادی دیریست گم شده است، با چشمهای روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو، هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر. این هم نشانی ما، یک سو خلیج فارس، سوی دیگر خزر. یا شعرهای دیگری که کوتاه ولی آنچنان در ذهنها جا گرفته که همه از برد. دیگه شما شعری به این کوتاهی گمان نمی کنم شنیده باشید. میگه که آخرین برگ سفرنامه باران این است که زمین چرکین است. همین. آخرین برگ سفرنامه باران این است که زمین چرکین است. شعری در کمال ایجاز، در فرمی استوار که یک جهان معنی رو در پس پشت خودش داره. یا شعر دیگری که در به نام کوچه بنفشه هاست،
که نمیشه از این شعر یاد نکرد. میگوید که حتما شما این شعر رو غالب شما از بر هستید. در روزهای آخر اسفند کوچه برفشه های ماجر زیباست، در نیم روز روشن اسفند وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد در اطلس شمیم بهاران با خاک و ریشه میهن سیارشان در جعبه های کوچک چوبی در گوشه خیابان می آورند. جوی هزار زمزمه در من می جوشد، ای کاش ای کاش آدمی وطنش را مثل برفشه ها در جعبه های خاک یک روز می توانست همراه خویشتن ببرد هر کجا که خواست، در روشنای باران، در آفتاب تاک. شعر بعدی دیگری که باید برای شما بخونم شعری است که اونم شما حتما از بر هستید یا قالب شما، شعری است سفر به خیر. در این شعر گون که گیاه وحشی سخت کویری است، نماد سخت جانی و ایستادگی در سرزمین، یک دیالکتیکی بین ایستادگی و رهایی. نسیم نماد رهایی است که بین این دوتا گفتگویی است. میگوید به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید دل من گرفته از اینجا، هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟ همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم، به کجا چنین شتابان؟ به هران کجا که باشد به جز این سرا سرایم. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را. دیگه اجازه بدید که من شعر آخر رو، شعر گفتگو رو انتخاب کردم که شفیعی با همه آگاهی که به تاریخ ایران داره خیلی به آینده ایران امید داره و در این لحظه تاریکی و سیاهی از تاریخ که ما در اون هستیم، شنیدن این شعر شفیعی شاید امید بخش باشه. شعریست به نام گفتگو. گفتم این باغ ار گل سرخ بهاران بایدش، گفتم این باغ ار گل سرخ بهاران بایدش، گفت صبری تا کران روزگاران بایدش. تازیانه ای رعد و نیزه ای آذرخشان نیز هست، گر نسیم و بوسه های نرم باران بایدش. گفتم آن قربانیان پار آن گلهای سرخ، گفت آری. ناگهانش گریه آرامش رو بود و از پی خاموشی طوفانیش، گفت اگر در سوگشان ابر میخواهد گریست، هفت دریای جهان یک قطره باران بایدش. گفتمش خالیست شهر از عاشقان، وینجا نماند مرد راهی تا هوای کوی یاران بایدش. گفت چون روح بهاران آید از اقصای شهر، مرد ها جوشد ز خاک
آنسان که از باران گیاه. وان چه می باید کنون صبر مردان و دل امیدواران بایدش. حرفهای خودم رو با آخرین شعر کوتاه شفیع کدکنی به پایان میبرم که این روزها بر سر زبان هاست با توجه به این اوضاع احوالی که این بیماری که عالم و عالمیان رو در بر گرفته و همه در تنهایی خودشون به سر میبرند. میگوید که هرچند ز روزگار در رنج و غمیم و از دوری یک دگر همار دو جمیم، صد شد که در سراچه کوچه دل همسایه دیوار به دیوار همیم. متشکرم. استاد پارسی نژاد عزیز، من از سوی خودم و همه دوستان از فضای